خانم جعفری عزیز، خیلی خوشحالیم که این کتاب با صدای شما شنیدیم. میخوایم قرار رو بشنویم. بله. بعد میشه لطفاً یه معرفی بکنین این کتاب و اینکه نویسندش کیه، نظر شما چیه، چجوری بود؟ خانم وفی از نویسنده های معاصر ما هستند و آثار زیادی داشتن. فکر کنم معروفترین کتابشون و اولین کتابشون در واقع پرنده من بود که متاسفانه سعادت نداشتم بخونم، ولی الان که دارم این کتاب بعد از پایان رو میخونم و در واقع باهاش روبرو شدم و منم خوش سعادت بودم که این کتاب قرعه فال به نام من افتاد و انتخاب شدم برای خوانشش، بسیار با دنیای زیبای ایشون آشنا شدم، با انتخاب کلماتشون، با دنیایی که به قول خودشون یه ذره مالی خولیاییه و این گفتگوهای درونی که خودشون دارن و تننازی که دارن، تنزی که دارن، تنز تلخی که حتی توی زندگی داشتن با چیزایی که خیلی خیلی غم انگیزه و خیلی آدم میتونه له و لورده و نابود کنه، در واقع با چاشنی طنز آدم حتی لذت میبره از اون اتفاق تلخ، تراژدی و سهمگین. من از این آشنایی خیلی خوشحالم و خیلی لذت بخش بود کتابشون، مخصوصا جزئیاتی که وجود داره و آدم توی سفری که همراه خودش میکنه احساس میکنین واقعا یک سفر رفت و برگشت به همون شهر تبریز و زیبایی هاش و جزئیات و خانواده و دیتیل و حتی سفره‌ای که دارن میچینن، حتی پذیرایی که دارن میکنن، حتی شوخی هایی که با هم دارن، بزلگویی هایی که دارن، آدم با اونا در واقع هم سفر میشه و من از این اتفاق خیلی راضی و خوشحالم. خوشحالیم به این دلیله که در واقع یه ذره از عادتهای روزمره به درد نخور خودم توی این زندگی پایتختی که متاسفانه مبتلا شدم فاصله گرفتم و انگار که واقعا به منم یک نسیم خنکی توی جاده خورد. حالا هرچند احساس کردم که تو اون پراید سوار نیستم که گرم باشه و اذیت بشم، ولی خیلی اتفاقات خوبی برام افتاد. شاید وجودم آماده بود برای همچین سفری، شاید واقعا احتیاج داشتم. چیزی که ما رو اسیر کرده توی این پایتخت کارامونه و تعهدات کاریمونه، ولی اتفاقا این کار برای من دریچه‌ای شد، روزنه‌ای شد که بتونم هم نفس بکشم، هم یک کمی زیبایی ها رو ببینم و هم یک کمی مطبوعتر با آرامشتر به کارهای دیگه هم برستم، یعنی در واقع اون زندگی روتین سخت به در نخور ادامه بدم که مستلزم به ادامهش هستیم، در واقع چاره ای نده. پس کتاب تونست به زیبایی خودش به شما رو با خودش بکشونه و ببره. بله. کجای این کتاب به نظر شما از همه قشنگ تر بود؟ چیش برای شما حالت نوستالژی داشت که اشاره به چه موضوعی بود که شما خیلی دوست داشتین حالا به مکانی، به ترانه‌ای؟ ببین، راجب هموطنان آذریمون در واقع من همیشه خودم یک حسرت دارم که چرا یه دوست خیلی صمیمی آذری نداشتم که خیلی چیزا رو برای من با دیتیل یا در واقع سابتایتلا رو بگه، یه سری رسم و رسوما رو به من یواشکی برسونه، در واقع یه سری باهاشون عیاختر و عجینتر بشم. همیشه خودم توی کار بازیگری دوست داشتم یک زن ترک رو بازی کنم، یعنی دوست داشتم از این چالش، از این مواجهه و حتی توی اینجام که چند تا کلمه ترکی بود و اتفاقا شما کمک کردین که من توی لهجهش و تو گویشش بتونم روسفید و سربلند بیام بیرون، خیلی دوست داشتم این چالش برای من توی بازیگر ایجاد بشه. شاید برمیگرده به اینکه خود من از شنیدن موسیقی هایی که سوز آذری توشه بسیار لذت میبرم و اصلا متوجه نمیشم که چی دارن میگن، شاید اصلا نتونم ترجمه کنم، ولی موسیقی آذری رو در واقع پاتکس این ماجرا، پاتکس این قصه میشنیدم، همین آهنگ آیریلیقو، انگار یک نوازنده از دور از دل کوههای همون سمت آذربایجان، سهند و سبلان و اون کوها، انگار یک زمزمه از اون دور شنیده میشه، توی مغز من، توی ذهن من جریان داره.
مثل یک صدای آبشاری از دور، یک صدای سازی از دور. موسیقی این کار برای من یه چیز نامحسوسیه که دارم الان به زبان میارم، میتونم راجع بهش اشاره کنم که احساس میکنم یک بستر موسیقایی توی کار پهن بود. حالا ما نمیدونم که چقدر تونستیم به اون اشاره کنیم، ولی احساس میکنم که در کل کار مستطر هستش. شما خودتون تا حالا تبریز رفتین؟ بله رفتم اونجا و تبریزی های واقعی رو دیدم، درخت های تبریزی واقعی رو و آدم های تبریزی رو و قرابیه خوردم. توی این کتاب هم اشاره کردن. بله. حالا یه چیز دیگه هم که گفتم، یه کباب بزرگی خوردم اونجا، نزدیک 15 نفر کباب رو آورده بودن رو چوب، خیلی ماشاءالله بریز و به پاش و پر از نعمت و آدم های بسیار بسیار خندان و مهمان دوست. و چیزی که باز خیلی توی گوشه ذهنم موند اون اشوه ها و لوندیات خانم های ترک تبریزی که خیلی دلنشینه، من که خیلی کیف میکنم. مثل نقش فاطمه که صحبت کردیم. بله بله دقیقا، سفید و بلوری و زودرنج و لحن کشدار لیمس. بله بله بله، اینا رو خیلی به هر حال باهاشون با خیلی از جزئیات همراه شدم. الان توی همین هر فصلی که ما میریم جلو، اینا اصلا در طول شبانه روز ولم نمی کنه. حتی دارم الان کارهای روتینم رو حذف می کنم که این اتصال از بین نره و اتفاق بیفته، بتونیم لااقل به خانم وفی بگیم که ما یک انجام وظیفه کوچولو کردیم. چون میدونم تمام این کلمات و تمام این قصه ها از وجود خودشون زاییده شده، از سلول به سلولشون. خیلی سخت رجعت به گذشته و اینا رو به یاد آوردن، اینا رو تزئین کردن، خوشگل کردن و دوباره چیدن و ارائه دادن. و کلمات انقدر زیبا و خوشگل کنار هم چیده شدن، گاهی وقتا کوتاه کوتاه، گاهی وقتا یک جمله چند خطه، ولی من ارتباط گرفتم و دوست داشتم از تمام این ماجرا، از این چالش، از این اتفاق، از این پستی بلندی ها، از این جاده‌ای که هستیم خلاصه. ایشون خودشون تبریزی هستن خانم وفی، به یه مکانایی هم اشاره کردن اگه یادتون باشه. شما رفتین اونجاها؟ تبریز کجاها رفتین؟ تبریز خیلی جاهای محدودی رفتم، خونه شهریار رو رفتم در واقع و اون کاخی که وسط آب ساخته شده و کاخ مربوط به یک دوره قاجاری، خانه مشروطه اون رو رفتم. بازار سرپوشیده بازار رو رفتم بله، و کلی فرشای چشم نواز دیدم، چای خوردم، قهوه خوردم اونجا. خیلی فرصت کم بود، در واقع با یه فیلمی رفته بودیم اونجا با مریم بهرالعلومی که اونجا اونم کوچه های خاطره های خودش رو برد منو نشون داد. ولی فکر میکنم امیدوارم در زندگیم به طلبه بتونم یه ذره اونجا بیشتر لذت ببرم و در واقع یه جوری باشه که رسوب کنه، میگم برم اونجا و چند روزی باشم، اینجوری نباشه که سک سک و بزودی برگردم بیام تهران پر از دیوونه خونهی به نام تهران. دوست دارم که بیشتر معاشرت کنم و خیلی دوست داشتم اون عاشقای تبریز که نوازنده های عاشق بهشون میگن، خیلی دوست دارم راجع به اونا بیشتر بخونم و بدونم، یا اصلا بدونم اینا فلسفهشون چرا عاشقن. چون عاشقی یکی از دغدغه های خودم هم هست، من فکر میکنم همیشه عاشقم، وقتی عاشق نیستم پنچرم، فکر میکنم کاری ندارم باید بمیرم. واسه همین این عشقه که من از زنده نگه داشته، دوستم بدونم اون عاشقا چیه که اصلا اسمشون عاشقه. چی شده؟ حالا تو سفری که اینا به تبریز داشتن، اون راوی و شخصیت اصلی داستان که یه خانمی رو داشت میبرد با خودش، بله، بین راه یه سری حالا خریدایی کردن، یه برنامه هایی داشتن. حالا من یه چیزی براتون آوردم، یه جورایی میشه گفت یه چیز نادریه. خب شاید مثلا شما که ترک زبان نیستین ندونین چیه. این میدونین چیه؟ اندونه؟ نه اندونه. تو این کتاب تو کمبوزه؟ نه کمبوزه و خربوزه که تو زیر اون سایه بونه رفتن با منظر همونجا بود، ولی بله. یک لفظ ترکی براش کرد. گفتش داش خلچاسه. آخ 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 که سر گفتنش هم کلی چالش داشتیم. داش خلچاسه داش خلچاسه یادم نمیمونه، فقط همون لحظه کدو میگیرم اینو کاسکو داش خیر چاسه. چه آمو خب سه جور چه دارم، شیش جور گه دارم، 15 جور غه دارم. خیلی داش خیر چاسه.
اینو اون وقت الان رسیده است این؟ نه این در واقع خربوزه نارسه که اون توی تبریز و حالا شهرهای اطراف تبریز اینو به عنوان خیار میخورن یا باهاش آش درست میکنن. وای آره، یه آشی که با کشک میخورن و بسیار خوشمزه است. باریکلا. یا پوست میکنن مثل خیار میخورن، نمک میزنن و دل دردم نمیگیرن و نارسه هیچ مشکلی نداره. چقدر جالب، خیلی با مزه. حالا من از شانسم چون هفته پیش اونجا بودم اینو به خودم آورده بودم، هنوز نخورده بودیم. میخواستین آشش کنی؟ چه با مزه. تشخیر چاسه. بله. رویان چه جور شخصیتی میدی؟ آدم احساس میکنه که چقدر شبیه خودمه. نمیدونم این در واقع این درامیختگی، این آمیزش که انقدر آدم احساس میکنه چقدر خودشه. چقدر منم احساس میکردم که دوست دارم فاصله بگیرم از آدم و یک فاصله‌ای حس میکردم. در جمع بودم، میخندیدم، برای میخندم حتی برای خودم اسم لبخنده رو میذارم، میگم فلانی چه با سیبیلش اینجوری. تمام اینا رو احساس میکنم که یک همزاد پنداری من با رویا دارم. اصلا احساس میکنم حتی همسنین یا توی روابط خانوادگیش حتی با خواهر و پدر و مادر یک فاصله ای احساس میشه یا یک شرمی داره برای اینکه بخواد مامانش رو بغل کنه. همه اینا رو خود من بهنازم توی زندگیم تجربه کردم. نمیدونم چجوری، واقعا دلم نمیخواد بگم که الان ادعاست، ولی واقعا یک کمی شبیه خودم میدونم. و مواجهه این دوتا آدم، منظر دنیا دیده ای که از اونجا میاد و پارالل این دوتا با هم همسفر میشن و نمیدونم، آدمیه که دنبال تکامل هست، دنبال کامل شدن، دلش بخواد به یک کمالاتی برسه ولی همش در حال جستجوه. یعنی فکر میکنم تا انتهای داستانم به یک سری دستاورد رسید و اونا رو برای ادامه حیاتش باید در واقع آذوقه کنه و خرج کنه. به هیچ تکلیف روشنی نمیرسه و حتی نویسنده هم نمیخواد این اتفاق براش بیفته. خود خانم وفی یک ناظریه، یک شخصیت خلق میکنه، جنگولک بازیاشو، رسوبشو، نشستنشو، همه چیزشو تحلیل میکنه، برای ما آنالیز میکنه، باز میکنه، حتی از ذهن مالی خولیاییش میگه که چه چیز وحشتناکی داره توی ذهن این آدمی که نشسته و اینقدر آرومه داره میگذره. ولی دقیقا مثل خود من یک سری انقلابات درونی داره، یک سری آدم دارن توش میجنگن ولی زیر اون پوست آرامه، صورتیه، کم رنگه، با لبخنده. یه شرم و حیای زن ایرانی رو خیلی داره و یک شوخ طبعی منحصر به خودش که کمتر آدمی ممکن بود در زندگیش کشف کنه، حتی پسری هم در زندگی جذبش نکرد، ولی الان برای ما شنیدنی و خوندنی و دوست داشتنی میشه. خواندن نویسنده ها یک روی بخش از شخصیت خودشون رو به یک از شخصیت های داستانشون میگنجونن. فکر میکنی خانم وفی تو کدومشون بیشتر میگنجونن؟ توی رویا بله، و اتفاقا شاید به همین بخشی برمیگرده که خانم وفی رو نمیدونیم چه شکلی هن و قایب هن، ولی بسیار حاضرن. تبادلاتشون و بدوبستونشون شاید مثل همه نیست و یه فاصله ای دارن احتمالا. فکر میکنم یادم شما گفتین یه ذره جمع گریزن، حالا نمیخوام بابت این خیلی هایلایت اشاره کنم، ولی من اینو یک حسن میدونم. یه جمع گریزی مثل همون ویژگی که درخت در تنهایی درخت تره، در تنهاییش به خیلی چیزا میرسه و احتمالا اونو حاضر نیست به هیچ قیمتی با کسی تقسیم کنه، چون دستاورد درجه یکی داره و ما رو شریک این اتفاقات درونی میکنه و منتظر در واقع اینیم که ببینیم از اون تنور تنهاییش چه نونی میاد بیرون و ما لذت ببریم، بخوریم و کیف کنیم. فکر میکنم رویا توی کاراشون اینقدر دوست داشتنی زنی شخصیت رو کتاب حتی حسین هم هست. آخه همه شون، مانی، خود منظر، حتی اون آیلار توقس، همه شون دوست، حتی واقعا حتی خود همین فاطمه که رویا اینقدر باش زاویه داره، بابای گوگولیه،
الوا خب همشون الان که اصلا بخش مامانو داشتم میخوندم، اصلا هر لحظه ممکن بود که بزنم کنار، پارک کنم، یه ذره گریه کنم. یعنی حالم اینقدر میخواستم من بغض نکنم تماشا چی بره اون کار، ولی خیلی همه شخصیتاشو دوست دارم، حتی نسرین بی‌معرفت، فامیل دور، همه رو دوست داریم. نمیتونیم واقعا اینقدر، آخه اینقدر خوشگل اشاره میکنن بهشون، یعنی جایی که ترمز میکنن میزنن بغل این آدم رو برای ما تحلیل میکنن، ما کیف میکنیم دیگه واقعا. و اینکه چه دیده ایشون، چیا دیده و چیا سیف کرده برای روز مبادا که همچین روزی باشه. حالا فکر نمیکنید این به خاطر اینکه این رمان یک رمان ایرانیه و ما خودمونو نگاه همزادپنداری میکنیم باهاشون؟ نظرتون راجع به رمان‌های ایرانی چیه؟ پیشنهاد میدین شما؟ به هر حال میتونم بگم که خانم وفی هم الان یک آدمی هستن از زواق، از یک گویش دیگه ای، از آذری دارن قصه رو، از در واقع از زاویه دیده یک خانم آذری زبان دارن قصه رو تعریف میکنن، ولی هیچ فاصله ای من حس نمی کنم که میدونین، غیر از میدونین چجوری بگم براتون، این که ما هم وطنیم و فارسی داریم صحبت میکنیم، ملاک هست، ولی نوع قلم ایشون، نگارششون خیلی دوست داشتنیه. چرا الان خیلی نویسنده های زن هم عصر داریم و دسته گریخته منم میخونم، ولی الان چرا انقدر به این ماجرا انقدر مؤکدم، چرا انقدر چی میگن خودمو پهن کردم و دارم کیف میکنم؟ چرا؟ فکر میکنم برمیگرده به سلیقه ایشون، انتخاباشون، سلکشناشون، اون چیزی که دریغ نمیکنن و در اختیار ما میذارن، ما رو قابل شنیدن و توصیفات بسیار 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 عمیق خودشون میدونن، یعنی شنونده رو قابل این چیزها میدونن. و اینکه خیلی میخوام بگم به آب و خاک، به اینکه ایرانی هستن بر نمیگرده، به شخصیت خود نویسنده خیلی برمیگرده، خیلی درسته و خیلی دلنشین، خیلی میچلونه همه چیزو، یعنی حس میکنی باهاشونی؟ بله داری باهاشون زندگی میکنی؟ از هیچ زاویه‌ای دریغ نمی کنن، یعنی حتی تو میتونی راجع به یک مثلا ماجرای فوت یک نفر یک خط رو طی کنی و بری، ولی از چندین زاویه مسیر رو به ما نشون میدن و انقدر این اتفاقا رو خوش آب و رنگ میچینن با کلمات بسیار ساده و نه پیچیده و عجیب غریب، این لذت بخش میکنه کار، زاویه دیدشون، نشونه هایی که میذاره، یه جاهایی رو که برای ما هایلایت رو پر رنگ میکنه، تو پرانتز میذاره، عزیزها رو، عزیزهای وجودش رو، عزیزهای نازنین زندگیش رو. پیشنهاد میکنین شنیدن این داستان بله. رو به دوستان اتفاقا عزیز؟ آره اتفاقا. چرا؟ چون بهتون میگم توی زندگی من، البته شاید من چون خیلی آدم تنبلی هم، من خیلی وقتا باید حتما یک چیزی پیش بیاد بگن برو اینو بخون، حتما اونو بخونم، مجبور شم، چون واقعا در اولویت نیست برای من الان متاسفانه مطالعات جنبی که داشته باشم، اصولا شدم یه مقاله‌ای بخونم و یه فقط بخوام یه چیزی رو داشته باشم، چی میگن، یه پژوهشی، یه جمع‌آوری داشته باشم راجع به موضوعی، ولی این کتاب جز اون کتابایی که میشه زمین نذارم و تا آخر برم و در واقع یه جور سیر و سلوک کنم مثل کتابی که میبرم. اونم با صدای زیبای شما گوش کنم، خوانش قشنگتون. نه امیدوارم که بتونم حق مطلب رو ادا کنم. چرا؟ چون خودم میدونم وقتی که میخونم یه کرختی، یه بیهسی توی صدام به هم دست میده که امیدوارم این تأثیر نذاره. یه جاهای ذهن خانم فریبا وفی شاد و شنگولتر و شیطونتر از صدای منه، صدای من انگار که داون میکنه، ولی انگار که ذهن ایشون طراوت بیشتری داره و مثلا توی دو سه تا صحنه‌شون بوده که
حتی خودم هم احساس کردم که کاش میشد یه ذره چالاکتر بخونم، شیطونتر بخونم، ولی همش احساس میکنم ممکنه لوس بشه، از تبخ دارم کم بشه. فکر میکنید که نسخه شیمیایی این رمان نسبت به نسخه چاپی خون شنیدنش حس بیشتری رو به مخاطب بده، یعنی یه ارزش افزوده آیا داره نسخه شنیدنش نسبت به نسخه چاپیش یا برعکس؟ اتفاقی که توی این کتاب برای منم افتاد، وقتی که خوندم خیلی کیف کردم، ولی الان که در مواجهه بعدی میام کتاب رو با صدای بلند میخونم، خب گوش هم قاضی خیلی سختگیریه، اتفاقا برعکس چشم، خیلی فکر میکنم قاضی قسی‌القلب تریه. ما در واقع تیم ما و گروهی که اینجا در واقع سعی کردیم که کتاب رو ضبط کنیم از هیچ چیزی به نظرم کم نذاشتیم، یعنی آنچنان با وسواس و جزئیات رفتیم جلو کلمه به کلمه و هممون فکر میکنم دوچار این همدلی شدیم که با همدیگه یک کار خوب ارائه بدیم. این اتفاق خیلی توی کتابخانی سخت انداختنش، مخصوصا توی کتابی که اینقدر به هر حال نویسنده عزیزشون در قید حیات هستن، به روز امروز و خیلی شرایط خاصی دارن اینها، امیدوارم که این اتفاق بیفته. یعنی نمیدونم از بابت اینکه یک پله از خوندن کتاب جلوتر باشه، خیلی برمیگرده به عادت آدم‌ها، آدمایی که عادت کردن به شنیدن، فکر میکنم که این کتاب رو هم بذارن جزء اولویت‌ها و کتاب های خوب خودشون، چون منم الان آدمی هم که زیاد میشنوم کتاب ها رو، خیلی به دلیل کم بوده وقت تو ماشین این برانور فقط سعی میکنم کتاب بشنوم که لااقل از جماعت به دور نباشم، ولی اصولا اگر اون بخش صدای خودم رو دوست ندارم و فاکتور بگیریم، سعی کردیم که وفادار بمونیم و اون لذتی رو که خواننده در واقع با دهن بسته و داره مرور میکنه و میخونه رو سعی کنیم که اون رو براش یک نواخت بدون مونوتونی البته و با ظرائف حفظ کنیم که نتونه فاصله بگیره یا احیانا جایی نپره و بگه چی شد این صدا کجا رفت. اگر میخواید برای یک دوست این کتاب رو توی این جمله توضیح بدید چی میگه؟ بعد از پایان فریبا وفی رو بخون، یا بعد از پایان فریبا وفی رو بشنو اگه وقتشو ندید. یکی از چیزهای مهمه، یک بخشی از ایرانه، یک بخش بزرگی از ایرانه، اون بالا سمت چپ همشو داره، همشو، حتی صدای زنجره ها، صدای برگ درخت های تبریزی، بوی قرابیه، بوی شیرینی پزی ها، همه رو، هم بو داره، هم عطر داره، هم صدا داره، هم نوستالژی داره، هم خاطره داره، هم مدرنیسم داره، هم تهاجم و تجاوز تکنولوژی رو داره، همه رو داره، همه رو داره. مرسی، خیلی لطف کردی، خیلی عالی، خیلی خوب، اسمش یادم نمیمونه. That's what he does.